در طول این 40 سال شاهد بودیم که تورم ها، بیکاری ها، فقر، فساد اخلاقی و فساد مالی و همچنین زندان و شکنجه، اعدام دیگر باورمندان و نیز آزادی خواهان، اعتیاد کودکان کار و فسادی که در جامعه ایجاد کردن و شرایط که ایجاد کردن برای اینکه بتونن خودشون رو نسبت به منابع و ثروت ایران غنی بکنن و از این ثروت نیز استفاده کردن، متاسفانه برای اینکه اون خرافه، اون دروغ باور مذهبی و اسلامی خودشون رو که تشیع هست رو به کشورهای دیگه نیز انتقال بدن و از ثروت ما استفاده کردن، از منابع کشور عزیز ما استفاده کردن و این همه ظلم و ستم که در حال حاضر شاهد بر اون هستیم، یک سوال هست: چرا این نظام دیکتاتوری، نظامی که اینقدر ظلم و ستم میکنه، سرنگون نمیشه؟ چرا این همه اپوزیسیون داره فریاد میزنه؟ مردم ایران میدانند که این نظام چقدر ظلم کرده و خود دولت هم نیز به ظلم خودش آگاه هستش، با طریقهای مختلف سعی کرده در برابر این مردم بایسته، در برابر اپوزیسیون مخالف نظام اسلامی چه داخل و چه خارج. میدونیم که با ارتش سایبری و جاسوسگری که کرده و تهدیدهایی که کرده و رعب و وحشتی که ایجاد کرده همیشه ایستاده و ملت ما روز به روز داره شرایطشون بدتر میشه و این همه مهاجرت که ما داریم میبینیم از ایران، جوانان ما دارن فرار میکنن دیگه، هیچ کجا به اینا، به ایرانی ها پناهندگی نمیدن و میدونید شرایط بسیار سخته. یه زمانی بود باید افرادی که از ایران میومدن ثابت میکردن که زندان بودن، شکنجه شدن. الان افرادی که از ایران میان شکنجه شدن، زندان رفتن و حتی قبل از این که بخوان از ایران خارج بشن، رسانه های خارج از کشور که مخالف نظام اسلامی هستن بارها عکس و تصویر و صحبت هاشون رو گذاشتن، بازم به اونها هم دارن الان سخت میگیرن، اینقدر شرایط سخت شده. اما چرا هنوز این نظام هست؟ حتما دلایل بیشمار داره، نه وقت هست و نه من این دانش رو دارم، اما من یه تجربه ای رو دارم و این تجربه این هست که 40 سال پیش با اندیشه و تفکر مذهبی ملت ما را فریب دادن. در ایامی مانند همین ماه، ماه محرم، به یاد شخصی که اون رو به عنوان سمبل آزادی که به اشتباه معرفی کردن و در قلب ما به جای رستم و رستمهای ایرانی قرار دادن و ما رو فریب دادن و از این فریب سوء استفاده کردن و باعث این شد که ملت ما بر علیه محمد رضا شاه فقید، که پادشاهی پر از عشق و محبت، چقدر کلیپ ها هستش که الان پخش میشه، دستاوردهای امروز اگر روی ایران، در ایران ما میبینیم که در مسیر خرد و رفع مشکلات هست، هنوز دستاوردهای محبت محمد رضا شاه و پدرش رضا شاه هستش. حتما هم موضوعاتی بوده، اینو من میگم چون نمیخوام بعضی بگن نه اون موقع مشکلات بوده، حتما مشکلاتی بوده، هیچ انسانی بدون مشکل نیست، پس اگر سیاست مدارم باشه با مشکلاتش قدم بر میداره، اما نسبت به امروز نه. ما رو فریب دادن با عاشورا تاسوعا، مردم رو جمع کردن بر علیه نظام محمد رضا شاه، شورشی شد، آخوندها این کار کردن، اما آخوندها با باور اسلامی این کار کردن، توجه کنید، و فریاد زدن و داد زدن دوباره ما کاخ سفید رو میخواییم اینک مکانی بکنیم، مکان حسینیه، که بریم اونجا عزاداری بکنیم. و رد پاشو الان ما داریم میبینیم در کانادا، در آمریکا، افرادی که دارن دسته امام حسین را میندازن، اینها همون رد پای نظام اسلامی هست. هوشیار باشید هموطنان عزیزم، هوشیار باشید. حسین امروز یک بوته، بت پرستی اگر میکنید خودتون میدونید و خدا، خودتون باید، چون تو باور داری به خدا، خدا رو نمیشناسی، اگر خدا رو میشناختی مرده پرستی نمی کردی، قاتل اجداد خودت رو نمی پرستیدی، بر سر خودت نمی زدی، حالا میخوای بزنی بزن، به نظر من هر کسی حق داره،
چون امام حسین رو قبول داره بره برای امام حسین بمیره، حتی بمیره اشکال نداره. اما این رو بدانید، امروز شما که این کار رو دانسته و ندانسته میکنید، مزدوران نظام اسلامی هستید و یا به توسط مزدوران اسلامی ندانسته، چون نمیدونید، نادانید نسبت به تاریخ اسلام و نسبت به تاریخ ایران هم نادان هستید، به دنبال این قصه های افسانه های اسلامی میرید، اینو بدونید رد پای نظام اسلامی رو دارید آماده میکنید. هرچند که این یک خوابی بیش نیست که اونها بیان کاخ سفید و حسینیه کنن، اما هموطن عزیزم که امروز به دنبال شخصیت های مرده مرده پرستی میکنی و در کشورهای آزاد، چه اروپا، چه آمریکا، چه استرالیا، هر کجا، اینو بدون تو همدست با نظام اسلامی و ظلم نظام اسلامی هستی. تو نیز کسی هستی که خون تمام جوانان ما که توی ایران ریخته شد تو نیز ریختی. میگی نمیدونم، بس دیگه، این همه اینستاگرام داره اتلاعات میده، فیسبوک ها اتلاعات دارن میدن، دنیای مجازی داره اطلاعات میده، چرا نمیخوای بشنوی؟ تا کی میخوای شما تو این موقعیت باشید؟ ما با فیض خداوند ایران عزیزمون رو از اسلام پس میگیریم. ما اینجا نیستیم که بگیم فقط جمهوری اسلامی، آخوندها، خیر، ما از خود اسلام پس خواهیم گرفت. اگر عوض نمیشه به خاطر اینکه ایرانی ها هنوز عوض نشدن، باید عوض شیم. تا ما عوض نشیم ایران عوض نمیشه. سال هاست داریم میبینیم، تا زمانی که قلب ما عوض نشه، فکر ما عوض نشه از خشم و خشونت، چرا که توی عاشورا تا سوا شماها بی خودی عصبی هستید، خشمگین هستید از شخصیت‌های مانند یزید و شم که اصلا نمی‌شناسیم قصه‌شون چیه. کی میتونه بگه که حسین از اونها بهتر بوده؟ همشون برای پسرعمو بودن، با هم دیگه فامیل بودن، جنگیدن به خاطر قدرت و مقام، هرس. همین الان تو نظام اسلامی هم داریم می‌بینید که ظالم زاده‌ها چیکار می‌کنن. اینم ظالم زاده‌های از عصر خودشون بودن. اگر اون روز صلاح دیدن از اینها دفاع کنن که ظالم بودن، امروز چرا تو داری بی خودی اونها رو نور چشم خودت قرار دادی و رد پای نظام اسلامی رو داری باز میکنی برای اینکه نظام اسلامی بگه دیدید ما موفق شدیم، ما موفق شدیم که توی خیابونهای اروپا، آمریکا، کانادا نیز فریاد خودمون رو برای حسینی بزنیم که 40 سال پیش دلیلی شد تا ما بتونیم این انقلاب رو داشته باشیم. به سخنرانی های خمینی گوش کنید که 40 سال پیش میکرد در رابطه با شخصیتی به نام حسین. بیدار بشیم، بیدار بشیم. حتما همه شما این جمله رو شنیدید، آنانی که خودشون رو به خواب زدن سخت بیدار میشن. بس دیگه، به خواب نزنیم خودمون رو، بیدار بشیم.